بخیر دارم خدمت تمام بیننده چینل یوتیوب آریانا تلویزیون. انشالله خوب صحتمند و سرحال باشین و بیننده یکی از برنامه های دیگر در چینل یوتیوب آریانا تلویزیون با ما باشین. امروز قرار است نخستین قسمت از برنامه جنجال های سوشل میدیا یا تازه های سوشل میدیا را تقدیمتان بکنیم و همچنان ما فرشته محمدی و بهانه محمدی با شما هستین. سلام بهانه جان، خوب هستی؟ سلامت، تشکر، زنده باشی فرشته جان. سلام و وقت بخیر خدمت همه شما بیننده های عزیز چینل یوتیوب شبکه جهانی آریانا. خدا کنه هر کجایی که هستین جور صحتمند و سرحال باشین و بیننده برنامه ما تا آخرین لحظات برنامه باشین. امروز هم در قسمت اول برنامه ما با هنم محمدی و همچنان فرشته جان محمدی هستیم در خدمت شما. ما را همراه باشین تا آخرین لحظات برنامه و فرشته جان خیلی خوشحال هستم که برنامه را تقدیم بیننده ها میکنیم. هر دیما یک جا برسیم. بله، ان شاء الله که به بیننده های عزیز ما لطف بکنن برنامه را با دوستای خود شریک بس از استازه های از دنیای سوشال میدیا یا دنیای مجازی آگاهی کامل حاصل کنند در یک هفته ای که ما تمام خبرهای داغ جمع آوری میکنیم و خدمت تمام بیننده های عزیز ما در چینل یوتیوب آریانا تلویزیون میکنیم. و امروز هم قرار است که خبرهای داغ هفته را تقدیم شما بکنیم. نخستین خبرم بهانه جان براتون تقدیم میکنه. کدام خبر خیلی به بهانه جالب بوده؟ بله، اولین خبری که فرشته جان میخوایم تقدیم بکنم برای بیننده های عزیز، البته خودت هم شاهد هستی که در این هفته استقلال ما بود و بیشتر در سوشال میدیا، البته بگویم خصوصا در فیسبوک و همچنان اینستاگرام، بیشتر مردم بالای استقلال تاکید داشتن و تماما عکس ها و ویدیوهای استقلال را شیر میکردن. و من هم خواستم که چند تصاویر انتخاب بکنم و بر بیننده های هم و بر بیننده های عزیز هم به نمایش بگذاریم. و البته نگفته نباید گذاشت که بهانه جان زمینی که در کشور خود ما خیلی خوب تجلیل کردیم، کشورهای بیرونی مثل ترکیه، چین و دبی همچنان بیرق افغانستان نورپردازی کرده بودن در ساختمان‌های بزرگ افغانستان. بریم تصاویر هم می‌بینیم. بریم ببینیم. تصویر اول از کشور چین است که بیرق افغانستان را به نمایش گذاشته و همچنان تصویر بعدی هم از برج خلیفه در شهر دبی که بزرگترین برج در جهان بود با بیرق یا هم پرچم سیرنگ ما مزین شده و همچنان بسیاری از مردم رفتن از نزدیک از اینجا دیدن کردن، همچنان خواستن که لایو برن عکسای فیسبوکی بگیرن که در فیسبوک شیر بکنن بر تمام مردم. بله. و میریم تصویر بعدی را هم میبینیم از استانبول، از شهر استانبول، پلی که آسیا را با اروپا وصل میکنه. و تصویر بعدی باز هم از شهر دبی هست. بله بیننده های عزیز، چند تصویر خیلی زیبا بود از کشورهای مختلف جهان که یادبود کرده بودن از استقلال افغانستان و بیرق سیرنگ ما را در امو شب 28 اسد به اهتزاز در آورده بودن. بله، و حال هم میریم سراغ فرشته میبینیم کدام گزارش تقدیم ما میکنه. بله، من هم کاملا خبرای تازه از دنیای سوشل میدیا دارم که در این وقتا بعض از کمپانی ها میاین کارهای متفاوت میکنن. کمپانی های تلفن منظورم اپل میای یک نوآوری خاص در تلفن خود میکنه، همتو سامسونگ، همتو هواوی و از او جمله کمپانی های مشهور همچنان گوگل کوشش میکنه روی تلفن های پیکسل خود که به بازار عرضه میکنه مخاطبین خاص خود داره نوآوری بیشتر داشته باشه. برای اولین بار در یکی از تلفن های پیکسل گوگل از هوش مصنوعی استفاده میشه. قسمی که شما در تصویر میبینین تصویر از موبایل پیکسل 2، پیکسل 4 و پیکسل 2 اکسل گوگل به تازگی به بازار عرضه میشه که از نوآوری که در این تلفن استفاده کردن بیشتر روی هوش مصنوعی کار کردن که در قسمت کمریش بیشتر استفاده میشه و کاملا یک کمره هوشمند تقدیم مخاطبین خاص خود میکنه گوگل که عزیزایی که بیشتر دوست دارن امرای تصویر برداری و فیلم برداری سر کار دارین میشه که از این سیستم جدید در تلفن های گوگل پیکسل استفاده بکنین. خب شما هم منتظر عرضه ای تلفن باشین و حال هم میریم به سراغ بهانه جان که خبر دوم بهانه از دنیای سوشل میدیا چی است؟ بله، ما هم باز هم موضوع انتخاب کردیم راجع به استقلال به خاطر از اینکه در اینستاگرام و فیسبوک من که هستم خیلی زیاد تمام بله مسائلی بود که هیچ هم کم نبود، هیچ کم نمیشه ترجیح انتخاب میکردم. و موضوعی که انتخاب کردیم البته جزی که ما در کشورهای خارج شاهد ازی بودیم که از استقلال افغانستان یاد بود کردن، ما در داخل کابل هم شاهدش بودیم که بسیاری از جاده ها البته از جمله وزیر اکبر خان، شهر نو و سینما پامیر و بعضی جاهای دیگر مقبول ساخته بودن که میریم تصاویرش هم میبینیم با هم. این هم جاده از شهر کابل هست. آها، در شب تصویر برداری شده. بله، همچنان و این قسمت هم فکر کنم وزیر اکبر خان است. بله بله، تصویر بعدی هم پامیر. از سینمای پامیر بلند منزله که به 14 منزله مشهور است، همچنان بیرق سیرنگ مقبول ما و این هم باز هم سرک هایی از کابل.
خب بهانه جان، از گپای استقلالی بگذاریم، بیایم به طرف سینما. گاه وقت شده بری یک فیلم خاص ببینی که فوق العاده زیبا بوده باشه و مو داستانش خودت گرفته باشه؟ طبعا فرشته جان، به نظر من هیچ شخصی پیدا نمیشه که فیلم سینمایی دوست نداشته باشه، چه اکشن باشه چه هم داستانی باشه، بدون از بله. همگی علاقمندی از این داره که بره و ببینه و لذت ببره. گاهی شده کارتونش ببینی، کارتون و انیمیشن های که کارتون زیاد علاقمندی کدوم کارتون زیاد خوش داری؟ حالا که موش پشک موش پشک خب انیمیشن ها سالانه به بازار عرضه میشه. کمپانی هایی که فیلم میسازن کوشش میکنن که نهایت یک چیز خاص تقدیم مخاطبینشان بکنن، بتونن درآمد خوبتر هم داشته باشه. تازه قسمت از انیمیشن The Lion King آمده، یا شیر شاه، و ای تانسته که پرفروشترین فیلم سال 2019 هم شب و میریم معلومات بیشتر روی تصویر برتان میدیم، شما همچنان ببینین بیننده عزیز، و اگر دوست دارین حتما برین این فیلم را ببینین، این انیمیشن زیبا را که این انیمیشن از با گذر از فیلم بلک پنتر و ایج آف اولتران بر رتبه نهمین فیلم پرفروش تاریخ سینمای جهان دست پیدا کرد. اوایل ایما بود که فروش جهانی فیلم The Lion King یا شیر شاه از مرز $1 میلیارد عبور کرد و به چهارمین فیلم 1 میلیاردی کمپانی والت دیزنی در سال 2019 تبدیل شد. پس از این فیلم شیر شاه یا The Lion King با گذر از انیمیشن فروزن با پرفروشترین انیمیشن تاریخ سینمای جهان و همچنین پرفروشترین بازسازی از انیمیشن های کلاسیک کمپانی دیزنی مبدل شد، که کمپانی دیزنی هم یکی از کمپانی های بزرگ سینمایی است که کوشش میکنه هر سال یک قسمت جدید از انیمیشن هایی که قبلا بالایش کار کرده به بازار عرضه کنه، یا یک انیمیشن خاص را به بازار عرضه بکنه. عزیزایی که علاقمند انیمیشن ها هستین حتما برین انیمیشن The Lion King ببینین که یکی از پرفروشترین انیمیشن های سال 2019 شد. خب میریم به طرف خبر بعدی، به طرف بهانه، که بهانه جان ای بار فکر کنم خبرش خیلی خوشایند و جالب است. بله فرشته جان، میخوایم که ای بار برای بیننده های عزیز ما یک اتفاق جالبی را که بار اول از در افغانستان اتفاق افتاده را بگویم. ای که یک زوج جوان ما خواستن تاریخ ازدواج خود را در 28 اسد تعیین بکنن و همچنان دمو تاریخ لباس های شاه امان الله خان و همچنان خانم ازورا برتن کردن و خواستن که یک یادبودی داشته باشن از زمان گذشته، یا هم از شاه امان الله خان و دوری از او. میریم تصاویر با هم میبینیم یک جای. بله دوستای عزیز، قسمی که در تصویر ما میبینیم یک زوج جوان هستن که اونا تاریخ ازدواج خود را 28 اسد تعیین کردن و خواستن که یک یادبودی داشته باشن از شاه امان الله خان و همچنان خانمش ملکه ثریا، که واقعا کار خوب را انجام دادن و این میتونه یک خاطره خوبی باشه هم بر خودشان و همچنان هم در ذهن مردم میمانه این موضوع، که هیچ اصلا از یادشان نمیره و این زوج در ولایت بلخ در شهر مزار شریف هم زندگی میکردن. بله یک از تصاویر خوشایند بود که این هفته ما در صفحه فیسبوک شاهد بودم. بله. و زیاد از دوستان ما که در فیسبوک دوستان دست خود گرفته بودن، که یعنی نمایندگر از این بود که اونا هم صلح میخوان. هم امید دارم که به زودترین فرصت ما شاهد صلح در کشور ما باشیم. بله یقینا به امید او روز. و حالا آرزوی هر افغان اگر پرسان بکنی، بله، میگن که آرزوی ما سال هست به امید یک سال سرتاسری در افغانستان، و این زوجم کار فوق العاده عالی کردن و این واقعا بر ما خوشایند بود و واقعا خبر داغ هفته در صفحه فیسبوک همچنان خوشایند بود. بله بود. آخرین خبری را که بیننده عزیز ما براتون آوردیم، قبل از اینکه سر خبر بریم جزئیات براتون بدم، از بهانه یک سوال دارم. بهانه جان، گاهی وقت شده بری یوتیوب سر بزنی و پر بازدید کننده ترین ویدیو را دیده باشی، یا ویدیویی که واقعا برات خوشایند بوده باشه که زیاد ویور داشته باشه؟ طبعا فرشته جان، اگر ما علاقمندی هم نداشته باشیم که بریم یک ویدیو را ببینیم، و وقتی که ما میشنویم یا هم ببینیم که بسیار مردم زیاد علاقمندی پیدا کردن که ویدیو را برن ببینن، ما هم علاقمند میشیم که بریم و ببینیم و از اون ویدیو دیدن بکنیم. بله، یا از جمله ویدیویی است که در جهان بیشترین ویور یا بیننده را داشته. حتما شما هم برین این ترانه یا آهنگ ببینین به نام رور، سرچش بکنین و مطمئنا از این آهنگ خوشتان میاد، چون یک تصویربرداری کاملا خارق‌العاده به دور از ذهن یک فرد عادی تصویربرداری شده. بهانه جان که در قسمت از جنگل تصویربرداری شده، یگان ویدیو را میبینن میگن که این کار جادویی است، یا همطور یک نظر میتن، ولی مکمل همطور یک تصویربرداری مکمل هم یک تصویربرداری شده که هر کس ببینه واقعا آرزو میکنه که به جای او هنرمند باشه.
یک فضای سبز باشه با جمع از حیوانات که عشق و محبت بر کیتی پیری نشان میده. این ویدیو دیدنش واقعا قدر خوشایند است. وقتی که بر اولین بار من خودم دیدم گفتم که این ویدیو واقعا ارزش دیدن داره. حتما بعد برنامه من همه رو همراه تو میبینم این ویدیو رو، حتما بخاطر اینکه من علاقه مندی پیدا کردم که باید ببینمش یک بار. بله حتما ببینی بهانه جان، و ما هم تازه ترینا رو در این هفته خدمت شما عزیزا تقدیم کردیم از دنیای مجازی، از فیسبوک، از گوگل، از یوتیوب، از تمام خبرایی که خیلی در این هفته داغ بود براتون اطلاع رسانی کردیم. و حالا میریم به طرف خبری که این هفته میخوایم که بر بیننده های ما البته در موردش بگویم، راجع به قصر دالمان است. ما شاهدش بودیم که شاه امان الله خان وقتی که استقلال افغانستان را گرفت این قصر را اعمار کرد، ولی بنابر جنگ های داخلی که ما در کشور داشتیم متاسفانه ما فقط یک مخروبه از این قصر باقی مانده بود، ولی خوشبختانه در این چند ماه اخیر ما شاهد ازی هستیم که قصر دالمان دوباره خواستن بازسازی بکنن. و خوشبختانه که بعد از استقلال البته در تاریخ 28 اسد خواستن که را افتتاح بکنن، ولی روز چهارشنبه ما تانستیم که شاهدش باشیم که رئیس جمهور ما قصر دالمان را برای افتتاح بکنه و تصویرش هم ما میبینیم که خیلی زیبا و مقبول شده و دیدنی، و هر کس میخواد که یک بار بره حتما دیدنی داشته باشه از قصر دالمان. بله یقینا ما به هانا جانم پس از برنامه میریم حتما دیدن میداشته باشیم از قصر دارلمان و تصاویری که خود ما میگیریم انشالله هفته بعد براتان به نمایش میگذاریم، تصاویری که توسط ما و به هانا جان تصویر برداری شده از قصر دارلمان. خب به هانا یک خبره که مطمئنا بیننده عزیز ما هم حالا میبینن میگن که یک خبر یادشان رفته اما یادمون نرفته. یک خبر از گوگل که به عنوان به مناسبت از 100مین جشن سرداد استقلال افغانستان، گوگل همچنان لوگوی خود تغییر داد و 100مین جشن سرداد استقلال افغانستان تبریکی گفت و زیاد از مخاطبین عزیز ما آها بیرق افغانستان در صفحه رسمی خود به نمایش گذاشت، و زیاد از هموطنان عزیز ما زمانی که مراجعه میکردن به گوگل کار داشتن، قسمی که بیننده عزیز ما همچنان در تصویر میبینن، این عکس ما از فیسبوک گرفتم، گرچه در گوگل خودم هم دیدم، زیاد از هموطنان عزیز ما که سر میزدن به گوگل تصویر میدیدن واقعا اسکرین شات میکردن، میآوردن در صفحه فیسبوکشان پست میکردن و از کمپانی گوگل تشکری میکردن. ما همچنان از کمپانی گوگل تشکری میکنیم به مناسبت ای که لطف کرد یک کمپانی خیلی بزرگ از 100مین جشن آزادی افغانستان همچنان تجلیل به عمل آورد. این بود خبرهای هفته داغ که در این هفته در صفحات اینترنتی مختلف مثل فیسبوک، اینستاگرام، توییتر، یوتیوب، گوگل دست به دست میشد. ما هم بر شما آوردیم، شما هم انشالله که دیده باشین ویدیوی این هفته خوشتان آمده باشه. خب بهانه جان این هم خبرهای داغ هفته بود که ما خودت رفتیم جمع آوری کردیم از صفحات مختلف اینترنتی خدمت عزیزای ما کردیم. حال دیگه ناگزیر از حضورشان مرخص شویم. بله فرشته جان تشکر از همه شما بیننده های عزیز که تا ایدن بیننده برنامه ما بودین و برنامه ما را به خاطر دیدن انتخاب کردین. تا اینکه دوباره در هفته بعد ما با تازه ترین خبرهای از جهان سوشال میدیا در خدمت شما قرار میگیریم. شما را به خداوند پاک و به همتا مسپارم. چنل یوتیوب آریانا را فراموش نکنین، سابسکرایب بکنین و تمام برنامه های ما را دیدن بکنین. ما هم سپاسگزاری خاص ویژه از تمام بیننده خوب ما دارم. وقت و لحظات شما بخیر. تا هفته بعد، بدرود.